برنامه رو آغاز میکنیم. از شب اجرا تا روز تمرین و پشت صحنه ها. کسایی که زیر سقفش نوازنده‌ها دارن تمرین میکنن از کلیسای خاص هست، بهش میگن باسیلیکا. این باسیلیکاها کلیسای دومناره‌ای هستن و دراز و مستطیل شکلن، رو تناسب‌های مهندسی رومی ها ساخته شدن و از سبک کلیساهای اولیه دوران مسیحیت هستن. مثلا بهش میگن باسیلیکا که چه می‌بینید. و اینکه یه همچین کاری، همچین اتفاق بزرگ موسیقی در پاریس بتونه در این کلیسا اجرا بشه، کار بسیار سخت و پر از اتفاقات مختلفی که باید زنجیروار دست به دست هم با مدیریت خاص انجام بشه تا چنین اتفاق بیفته. و اینو تمام مدیون آرش فولادوندی که رهبر ارکستر هم هست و باعث شد که همه اجرا در اینجا برگزار بشه. And the cat sings. من کتابت من گروگان میگنم، کتاب نوت های رهبر ارکستر. خیلی هم زیاده اینا، چقدر باید بله این الان قلب برنامه است، یعنی اگه این الان گم بشه دیگه کنسرت کنسل میشه. نه واقعیته، واقعیت. خنده منم چیز بود، موزیانه بود. اینا خودت نوشتی یا اینکه؟ نه اینا نصفش آقای ساکت نوشتن، حجم زیادیش استاد ساکت نوشتن و سه تاشو من نوشتم و یکیشم تنظیم آهنگ ای ایران توسط بانو گلنوش خالقی، دختر روح الله خالقی. بله خیلی عالی. و این خیلی وقت میبره. آره برای همین سه تا آهنگساز باید کار کنن و آقای ساکت بیشترین سهم تو آهنگسازی توی نجا داشته و ما ازشون دعوت کردیم که امسال به ما بپیوندن. که بزودی هم باهاشون میخوام صحبت. بله بله، چون استاد من هستن. خب آرش، تو هر سال همچین همتی رو میکنی، گردآوری میکنی ارکستر بزرگی رو با گروه کور در پاریس و تازگی در لندن هم اجرا شده در دو شهر مختلف. بله. معمولا کشورهایی که مردمش تو کشور خودشون زندگی میتونن بکنن به حمایت دولت هر سال این کار میکنن. توی اروپا اصلا مد آخرهای تابستون کارهای کلاسیک اصلا در شهرها پر میشه برای یک هفته در سال. ما میگیم پرامز. و خب تو این کارو داری یک تنه اینجا در پاریس انجام من این کارو یک تنه نمیکنم بهزاد جان. واقعیتش اینه که تمام بچه‌هایی که الان شما رو کور میبینید مثل خانواده دورمن و واقعا تک تکشون کنارم، خواهرانه و برادرانه دارن کار میکنن و با وجود سنگ اندازی های خودی و غیر خودی تونستیم در واقع هر سال از یک گروه یک افراد واقعا
بهترین های موسیقی ایران دعوت کنیم که تشریف بیارن و این ارکستر رو در اختیارشون قرار بدیم که کار بکنن و خب مفتخریم اینکه اعتماد میکنن تشریف میارن و کار رو اجرا میکنن. واسه ما هم خیلی جالبه، خب به هر حال واسه جامعه فرانسه خیلی جالبه، برای موزیسین فرانسوی خیلی جالبه که موسیقی ایرانی اجرا بکنن و باهاش آشنا بشن. مخصوصا میگم برای خیلی از اینا بعضی از ملودی ما اصلا انگار کوکش در رفته، نه اصلا عادت ندارن. یک چهارم پرده داریم که تو تار اجرا میشه و به بعضی اوقات مخصوصا ویولونیست ها میگن چرا اینجوری بود، میگم یک چهارم پرده است که تو موسیقی در واقع غربی شما نداری. موسیقی این مشکل هست یا اینکه بیشتر باعث لبخند میشه؟ نه بیشتر باعث لبخند میشه. نه به هیچ عنوان شما مشکل رو توی هارمونیزاسیون و آهنگسازی این چیزا نمیبینید به هیچ شما تک. و امسال آقای کیوان ساکت رو انتخاب کردیم و وحید تاج هست صنعت خودت هم که دیگه خودت هستی. انتخاب چگونه اتفاق میفته؟ من انتخاب کردم. ببینید انتخاب دو تا خصوصیت باید داشته باشن افرادی که تشریف میارن. اول اینکه باید سابقه بسیار پرباری توی موسیقی داشته باشن. یعنی چه به لحاظ هنری چه به لحاظ تکنیک مطمئن باشیم که کسایی که میان اینجا بی‌نظیرن، کارشون رو واقعا بلدن. و دومین مطلبی که ارکستر خیلی بهش توجه میکنه و بچه‌ها از ما میپرسن مسئله گیشه است. در واقع مردم باید دوستشون داشته باشن و دوست داشته باشن که بیان تو کنسرتشون شرکت بکنن. آقای کیوان ساکت، من روز اول که باشون پای تلفن صحبت کردم عرض کردم خدمتشون که من واقعا جای شاگردشونم و واقعیتش اینه که بسیار فرد مردمی هستن و مردم بسیار دوستشون دارن. از یه طرف اصلا با ارکستر بزرگ کار کردن، با ارکستر بزرگ خیلی سابقه کار دارن و من بسیار ازشون یاد گرفتم. و از طرفی هم وحید تاج، من میتونم بگم یک جزء نوابق موسیقی هستن که بله خواننده ما تو سنی که از من یک سال کوچیک‌تر هستن، اولا که خیلی شهیر هستن، دوما آهنگای بسیار مردمی واسه کشورمون خوندن. تو 37 ایشون 36. آره آره. و بسیار بسیار توانمندن تو تکنیک اجرا، تو قدرت اجرا و تو نوت‌ها رو دقیق دقیق میگیرن و خب افتخار بنده هستن در خدمتشون. خیلی عالی، افتخار ماست. ای شادی آزادی روزی که تو دل ها ما خونین است، بس سر تا پا ما خون می‌بارد. ما سر تا پا زخمی، ما سر تا پا خون، ما سر تا پا امسان هم خب این شعار همیشگی صلح برای همگان. بله. خب ما همیشون میگیم ولی واقعا اینقدر گفتیم اصلا بی‌حس شدیم اسم این کلمه. بله. اصلا صلح برای من یعنی جنگ دیگه. نه آقا چطور این صلح رو ببینید مسئله صلح برای این قضیه به قول شما ما بی‌حس شدیم به خاطر اینکه ما ایرانی ها تو وجود خودمون صلح نداریم. من رک بشم باشم گفتنش راحت، عملش رو عملش سخته. ما تو خانواده خودمون صلح نمی کنیم. نصف جامعه ما اجازه ندارن آواز بخونن. بله. نصف جامعه ما اجازه ندارن دوچرخه سواری کنن تو خیابون. نصف جامعه ما اجازه ندارن برن استادیوم. خب این چه صلحیه؟ نصف جامعه رو نصف دیگه دارن، نصف جامعه اجازه به خودشون میدن که برای خواهرشون شوهر مورد علاقه اون کسی که دوست داره انتخاب کنه، به خواهرش بگه که تو باید با فلانی ازدواج کنی، تو باید این محیط کارت باشه، نه تو باید
به مادرشون مثلا دوست دارن که اون مادر اینو بزرگ کرده، اون مادر اینو به اینجا رسونده که یه مرد شده، ولی اون احترامی که باید برای جایگاه مادرش قائل باشه واسه انتخاب خواهرش، واسه انتخاب مادرش ندارن و من حق انتخاب ندارن و من احساس میکنم که اولین گامی که ما باید برداریم احترام به زنانه. من اینو واقعا از ته دل میگم. من احساس میکنم که جایگاهی که زنان تو جامعه ایران میتونن داشته باشن جایگاه خودشون نیست، میتونه بهتر باشه. شما خانمایی که الان اینجا آواز میخونن نگاه کنید، بچهای کره ما بسیار افراد توانمندین. قدرت شخصیتی یک فرد رو در نظر بگیر که با اعتماد به نفس میاد روی سن وا میسته و اجرا میکنه موسیقی مملکتشو و با افتخار بر از سن میره پایین. این نه کسی رو تحریک میکنه، نه مشکلی به وجود میاد، جز افتخار نیست. و منم فکر میکنم که به زودی شرایطی پیش بیاد که ما هم بتونیم بریم تو ایران، هم بچهای کورمون میگن ایران، هم ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی بتونیم بریم تو ایران برنامه‌ای داشته باشیم، ببینیم چی پیش میاد دیگه. آرزو بر جوانان عیب نیست. می‌خواستم من جمله رو من بگم که من میگم که متشکرم. من نگاه می‌کنیم که نجیب چی شد. ممنون خدا. این ور چه خبره؟ یه دارن به قول خودشون کرکری میخونن، حتی گروه کر ایرانی شکست نفسی میکنن. ما از فضای خنک داخل این کلیسای بزرگ، چون از سنگ سخت بلند داره خنکه، اومدی در یک فضای گرم در پارک روبروش، گرم از صدای خانوم ها. گروه کور یه مقدارشون من هنوز همه نمیدن، چون 130 نفر اینجا فکر کنم مثلا 50-60 نفر بیشتر شدن. چهار گروه کور مختلف هست با صداهای مختلف، صداهای بم، صداهای متوسط و صدای بالا و بالا و بالاتر. من دارم سر خودشون گرم میکنم. اگر تنها رود در رفت
اعضای گروه پر دارن میرن، دو نفرش اینجا گروگان شدن. نه شما نماینده شدین، ما عادت کردیم از بس تو در دنیا این اتفاق میفته. های شما خوب هستین؟ شما نماینده گروه کور هستی، از لندن اومدیم به پاریس. خیلی جالبه، چطور این از اون وقت بلند شدن بیاد اینجا برای گروه کور؟ ما همکاریمون رو 3 سال پیش با آقای فولادمن آغاز کردیم. بله. و هر 3 سال رو هممون که تعدادیمون اومدیم، زمانی که کنسرت پاریس بوده ما اومدیم توی پاریس و خوشتون اومده اون فیلمست. خیلی زیاد زمانی که کنسرت داریم از یک هفته قبل باید پاریس باشیم. بله. و اینجا همه ما کار میکنیم، یه هفته باید مرخصی بگیریم کاملا بیان برای این تمرین آخر رو. و این هم تمرین اینجا هستش نوتای شما؟ بله بله. شما هم وقت تو لندن هم گروهی تمرین میکنین دیگه. این هم خیلی درد سر داره من میدونم، چون تو لندن دیگه هیچ کسی حوصله این کارا رو نداره. یه زمان اون اوائل مهاجرت همه میخواستن با هم جمع شن، الان میخواستن فرار کنن. آرشم به خود آرش هم البته میون با ما تمرین میکنه، نوتخون هم هستن در ذهن، یعنی همه بعد به موسیقی وارد باشیم. اولش که وارد میشیم نیستیم. همم نه خیلی اون هست که موسیقی بلد نیستیم. آه. ولی بعد سال اول که میای یاد میگیری چه جوش کنیم. آرش میگه که اینجا البته پرنده صلح همین اون بالا هست. البته روح القدس ما به عنوان پرنده صلح تصور میکنیم تو این کلیسا. میگه خیلی پیام صلح هست. خب پیام صلح خیلی ساده است، منم میتونم بگم. ولی اینجوری چطوری داره صلح تشویق میشه؟ من همین که یک عده جماعتی الان حاضرن میان مرخصی بگیرن از زندگیشون، از خانواده‌شون، از بچه‌شون بزنن بلندشن بیان اینجا، این میزان دیدیکیشن، فداکاری خودش نشون دهنده این که ما هم صلح طلبیم و دلمون میخواد این پیام رو به همه دنیا برسونیم. بسیار فعلا به ایرانی ها و فارسی زبان ها میرسونی، انشاءالله بقیه دونه بماند. خیلی هم ممنون. نماند نه دوما برعکسش، برعکس کجا زندگی میکنیم که عموما آواز نخوندن خانوما همیشه مطرح میشه. بله. چون ما یک ده خانوم آقا در کنار هم هستیم. بله. در کشوری زندگی میکنیم که میدیا شکر خدا فقط داره راجب رسانه فقط داره راجب مشکلات موزلات اون ناحیه حرف میزنه. ما الان داریم که ناحیه ما فرهنگ داریم که دقیقاً که ناحیه کشورمون باشه. حالا ما داریم میگیم نه موسیقی هست، ما هنر داریم، کنار هم وای میستیم آواز میکنیم دوش به دوش هم دیگه، نه به نوقت پیچیده باشیم مثل بقیه همه دنیا. بسیار عالی، من که متقاعد شدم. خدا رو شکر. حتی متقاعد بودم و تظاهر کنم که شدم. خیلی متشکرم خانم، بفرمایید بسیم بخونیم. خیلی متشکرم. فقط اسما رو من نفرسیدم خانم. من هدیه هست. و شما؟ منم آنا هست. خیلی متشکرم از لندن، سپاس. خانم میخوانم برای هست. ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی، جهان و هر چه در او هست صورتم تو جان، به پای خویشتن آید عاشقان به کمندت، که هر که را تو بگیری ز خویشتن برهان، ز خویشتن برهان، ز خویشتن برهان.
حدیث روزه نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم.